تنتنه های روزی دعوت شونده در نوحه کوهستانی مسجو با جمع آمدن تعداد زیادی جوانان اختیاری در نزد کمیسریت حربی ناحیه آغاز گردیده، همه آنها از نظارت طبی گذرانیده شدند. قابل ذکر است که صف سربازان اختیاری در ناحیه کوهستان مسجو طی سالهای آخر زیاد گردیده ایستاده است و از این حساب ناحیه در مقیاس ولایت سوخت یکی از موقعهای پیشصفی را اختیار کرده است. بعد از ختم دانشگاه می خواهم به صف قوای مسلح جنوب تاجیکستان با خواهش خودم داخل شامل شده قرض شهروندی خود را ادا نمایم. ما امروز خوشبختیم که در فضای صلح و آرامی کشور در زمان استقلالیت زندگانی میکنیم و با سری بلند رفته از خدمت حربی را ادا کرده باز به نزد پدر و مادر به نزد والدین برمیگردیم. ادامه چورابینی های تنتنوی روزی دعوت شونده در تالار مقامات اجرای حاکمیت دولتی ناحیه برگزار گردیده. در جریان چورابینی از جانب رهبریت ناحیه و برآمد والدین نوسکران قید گردید که خوشبختانه امروز جوانانی با ننگ و ناموس خوب درک می نمایند که خدمت به وطن برای آنها قرض مقدس فرزندی و رسالت جوانمردی است. محض در صف قوه های مسلح جوان پسران درسی شجاعت و مردانگی می آموزند. قرض فرزندی و جوانمردی محافظت خاک پاک وطن مادر را به جا می آورند که شرف بزرگترین برای هر یک جوانمرد محسوب می یابد. باعث تأکید است که اهالی جماعت های دهاتی آبردان و لنگر در معرکه جلب جوانان به صف ارتش ملی فعالیت نظررس دارند. ما در سالهای پیش یعنی 8 برادر بودیم، همه ما خدمت کرده در اینه در گرمانیا، اینه در ولادیواستوک، اینه در منگولیا، هر 8 ها ما خدمت کرده اومدیم. انا دورانی ما گذشت، شکر خدا. انا این نبیری دویومی هست که بسیاری قوه های مسلحه تاجیکستان رفته، شکر خدا خدمت کرده. باز همون پرچم برداری، انا همون گذشتگانی خودش شده می آید. در انتهای چورابینی تنتنوی به همه نوسکران از جانب مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد. جمع آمد تنتنوی را فرهنگیان ناحیه با سرود و ترانه های وطن دوستانه حسنی انجام بخشیدند. در انجام چورابینی های روزی دعوت شونده از جانب رهبریت ناحیه برای نوسکران و والدین آنها خانه گسیل آراسته شده. این جوانان سربلند با دعای سالمندان و اشتراکچیان چورابینی جانب مرکز ولایت شهر خوجند رهسپار گردیدند. قمردین ادینیف، ناحیه کوهستانی مسجو، جهان نما.